ایجادی. به گمانم این برای دولت‌های اروپایی هم یک کابوسی هست. چند سالی بود که یک کم این حملات اینچنینی جهادی کم شده بود. همین الان که داریم صحبت می‌کنیم، پلیس بلژیک در حال تحقیق در مورد کشته شدن دو نفر سوئدی هست در بروکسل. زن نمیره که اون هم مرتبط بوده با اتفاقاتی که اینجا در خاورمیانه داره اتفاق میفته. چقدر به نظرتون اینها آتش زیر خاکستری است که اروپایی‌ها باید نگران باشن؟ هر لحظه ممکنه شعله ور بشه و دوباره شاهد اتفاقاتی باشیم که مثلا در نیس فرانسه دیدیم. بله، ببینید، در درین کشورهای اروپایی ما یه پتانسیلی داریم به سوی اسلامگرایی، جهادگرایی و تروریسم، و به خصوص در فرانسه این مسئله خیلی خیلی برجسته است. فقط برای اطلاع شما بگم که در فرانسه لیستی وجود دارد که حدوداً گفته می شود بین 5000 تا 8000 نفر گفته می شود که این افرادی هستند که به عنوان رادیکال اسلامی و دارای خطر تلقی می شوند. و زمانی که چنین در واقع شرایطی در خاورمیانه صورت می گیره و جهادیسم و تروریسم مانند در واقع حماس شروع به فعالیت میکنه، تمام این شبکه‌های در واقع روشن و ناروشن و زیرزمینی و روباز شروع به فعالیت میکنن. به این خاطر هستش که این کشورها در واقع دارای شکنندگی‌هایی هستند و این شکنندگی‌ها به این دلیل هست، از یک طرف قانون در اینجا وجود داره، آزادی درش وجود داره، ولی از سوی دیگر میدانند و بیش از پیش در واقع پخته‌تر میشوند که تمام نیروهای اسلامگرای جهادیگرا سعی میکنن سوء استفاده بکنن از شرایط اینجا، از قواعد اینجا. برای این چی؟ برای اینکه در واقع جامعه رو در فضای جامعه بیش از پیش در واقع ایجاد فشار بکنن و روی نهادهای گوناگون به این ترتیب یک فشار عظیمی رو وارد بکنن. و ما میدانیم که به هر حال بخشی از به هر حال افرادی که دارای تبار به هر حال مسلمانی هستن، اینها بخششون، البته نه همشون، واقعا بخش محدودشون، اینها حساسیت نشون میدن و بنابراین میتواند این شرایط به درگیری و ضد خورد بینجامد. و همون گونه که نیز اشاره کردید، تمایلات تروریستی و از جمله حمله به در واقع یکی از آموزگاران کالجی در فرانسه در ارتباط با این فضای عمومی هستش. و به این خاطر هم هستش که وزیر امور خارجه بارها تکرار کرده و خود رئیس جمهور هم مطرح کرده که ما مجبوریم در واقع اینها رو محدود بکنیم، زیر کنترل قرار بدیم و حتی تظاهرات رو که اینها میخواهند جلوش رو بگیریم، زیرا اونها از هر شرایطی برای تخریب شرایط در واقع استفاده میکنن. و به علاوه همین روزها، از جمله امروز، قرار بود که یک دقیقه در تمام مراکز آموزشی در فرانسه در واقع چی؟ یک دقیقه برای احترام به اون آموزگاری که توسط یک تروریست چچنی در واقع کشته شد در واقع اعلام تنفس بشه و اینها در واقع ادای احترام بکنند. و شما باور کنید که در محافل مربوطی به آموزگاران آنچنان این فشار و این استرس وجود داشت، ولی در این حال به هر حال این امر صورت گرفت. بله، ممنونم از شما. جلال ایجادی، به پایان برنامه رسیدیم. استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم در پاریس با ما.